بزنی. با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینا، جمعه دیگر آمد و میتونیم یه بار دیگه در خدمت همه شما خوبان همراه دوست بسیار خوب و نازنینمون آقای آلبرت بوتساز باشیم. امروز هم در حقیقت نهم آگست است، 18 مرداد است. اجازه بده که بریم پیش آقای آلبرت، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و تشکر کنیم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. با درود صبحگاهی به شما و یکایک بینندگان، شنوندگان و طرفداران و دوستدارانتون در سراسر دنیا، از این فرصت استفاده میکنم روز یک شنبه برای باورمندان یهودی روز بزرگی که سال روز خراب شدن معبد حضرت سلیمان بوده، اینو همدردی میکنم با یهودیان دنیا. و در ضمن عید قربان رو به همه باورمندان این مذهب هم تبریک میگم. بفرمایید. خیلی چیز جالبیه ها، همشون مثل همه اون راجب 1400 سال پیش گریه میکنه، اینا راجب 6000 سال پیش گریه میکنه، همه در حال گریه کردن هم. دو اصلا اینا به روز نمیشن، همش تو عقب جا مونده. خب اینم آخوندا درست کردن دکون خودشون دیگه، ما هم زورمون بهشون نمیرسیم. عرضم به حضورت که بذار بریم سر اصل ماجرا، این ماجرای ائتلاف عربی که قرار بود یه لشکر بزرگی بشن علیه ایران بشن و اینها، و آقای کوشنر تو این زمینه خیلی تلاش کرد، رفت اومد، معامله قرن رو میخواست انجام بده اینها، ولی ورق برگشته. چه اتفاقی افتاد آقای آلبرت؟ حالا تمام این عربا یکی یکی میرن تهران، ائتلافشون با ایران داره شکل میگیره، وزیر دفاع میره نمیدونم با وزیر دفاع حرف میزنه، چه اتفاقی افتاد واقعا؟ اینا از برکات وجود آقای ترامپ یا سیاست های انگلیس هاست؟ چیه ماجرا واقعا؟ بله خب قدری پیچیده هم هست که چطوره که در حداقل تا میتونیم بگیم دو هفته پیش دیدیم که ائتلاف، صحبت از ائتلاف بود و تشکیل نیروی دریایی برای حمایت از کشتی‌های بازرگانی، ولی خب در این زمان متوجه این شکاف ائتلاف عربی میشیم. در واقع ببخشید من باید این مسئله رو یادآوری بکنم که تحریم شدیدتر آمریکا بر علیه ایران نه بیرون آمدن از برجام، بیرون آمدن از برجام مسئله آقای ترامپ و مشکلی که ایشون با این مسئله داشت، ولی تحریمات شدیدتری که آمریکا بر علیه ایران اجرا کرد و پیاده کردن، در واقع دو نفر به طور خیلی آشکار از این مسئله پشتیبانی میکردن، محمد بن سلمان عربستان سعودی و محمد بن زیاد در واقع امارات، و این دو نفر مسئول فشار بیشتر بودن به روی ایران. و تا حدی هم من میتونم اینو بگم که حتی مخفیانه موضع خودشون رو با اسرائیل هماهنگ میکردن که در واقع نشون بدن که در یک جبهه قرار دارن، و بقیه کشورهای کوچکتر آبراهی خلیج فارس هم با خودشون متحد میکردن غیر از قطر. ولی در چند هفته گذشته اتفاقی افتاد که زیاد در مطبوعات بهش اشاره نشد، حداقل در مطبوعات آمریکا، و اون در واقع کم کردن فعالیت نظامی امارات در یمن بود. مسئله یمن غیر از مسئله کمک‌های مالی که عربستان و امارات به این کشور می‌کردند، در کنار حملات نظامی که بیشتر شاید 99% این حملات از طریق هوایی بود و در واقع نتیجه گیری آنچنانی نکردند، ولی به نظر میرسه که این دو کشور که حداقل من بهش اشاره کردم، عربستان سعودی و امارات و چند تا از کشورهای کوچکتر آبراهی خلیج فارس، ترس و واهمه از اهمیت دادن این درگیری آمریکا و ایران هستن. منظورم ترس و واهمه از اینه که این درگیری و زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ در اون زمانی که باید به ایران حداقل حمله انتقام جویانه میکرد و نکرد، در خاورمیانه آقای بهبهانی، در کشورهای عربی
مسئله زور و مسئله قدرت نشون دادن مسئله بسیار مهمه. یعنی شما قدرت خودتون رو باید نشون بدید. این مسئله انجام نشد و در واقع زمانی که امارات قصد خروج نیروهای خودش رو حداقل از مبارزه با یمن اعلام کرد، برای اینکه در واقع زیاد با آقای بن سلمان درگیری پیدا نکنن گفتن که ما داریم تغییر استقرار نیروهای خودمون رو میدیم. یعنی نمیخواستن که در واقع ولیعهد عربستان سعودی ناراحت بشه. بنابراین من میتونم در اینجا یک مسئله رو عنوان بکنم و اون اینه که عربستان سعودی امروز تنها قدرتی که داره با حوثی ها میجنگه. و در کنار اینها زمانی که میبینیم رئیس گارد ملی امارات به تهران میره و قرارداد جدید ماهیگیری و قایقرانی و در واقع آبهای ساحلی رو امضا میکنه و زمانی که میبینیم یکی دو تا از این تانکرهایی که در دو سه ماه اخیر مورد حمله ایران یا گروه های دیگه قرار گرفت، امارات تهران رو محکوم نکرد، از محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران خودداری کرد. حتی زمانی که دستگاه های اطلاعاتی آمریکا گفتند این اعمال خرابکنه توسط در واقع تهران بوده، بعد از اون میبینیم که چند روز بعد وزیر عربستان سعودی میره به تهران که ترتیب بازدید زیارتی برنامه های حج رو با تهران هماهنگی بکنه. من نمیدونم دفعه آخر دقیقا الان به خاطرم نیست چه بود که وزیر حج عربستان به تهران مسافرت بکنه و با تهران با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه. البته من به این باور هستم که این غیر قابل تصور نیست که امروز نگرش عربستان سعودی نسبت به ایران در واقع شروع به یک روش نرمتری رو کرده. منظورم اینه که تغییر سیاست نیست، ولی لفاظی ها کمتره، تهدید ها کمتره. من فکر میکنم که این سلسله در واقع تحولات که میتونیم اسمشو بذاریم نشانه ای از تضعیف اعتماد به اقدامات آمریکاست. یعنی همون مسئله که من گفتم، نمیتونن چون قدرت نمایی نکرد آمریکا، قدرت نمایی نظامی نکرد آمریکا در خلیج فارس، این نشانگر تضعیف اعتماد کشورهای عربی نسبت به قدرت آمریکاست و به خصوص در منطقه حوزه خلیج فارس. من فکر میکنم اون زمانی که حمله نشد آقای بهبهانی، بعد از اون که هواپیمای گران قیمت آمریکایی بلند شدن از زمین که برن در واقع حالا هر جایی که میخواستن بزنن، یک لحظه کلیدی بود. یعنی در اونجا بود که در واقع چند تا سیگنال، چند تا کلید روشن شد، اول در اورشلیم، بعد در ریاض و بعد هم در امارات. و این سه کشور رو که من به خصوص در واقع به اسم میبرم برای این بود که در اون زمان بود که حتی اورشلیم و دولت اسرائیل متوجه شدن که آقای پرزیدنت ترامپ حمله نخواهد کرد و مسئله ایشون فقط مسئله در واقع مذاکره با ایران و ایجاد برجامه دوه. بنابراین این رو در اون منطقه از نقطه نظر اون فلسفه فکری، منظورم کشورهای حوزه خلیج فارس، نشانه ضعف آمریکاست. ولی اجازه بدین این مسئله رو ببینیم که در آمریکا این رو یه تصمیم متفکرانه و توجیه پذیر تلقی کردن و گفتن که ایشون تصمیم درستی گرفته. ولی اتفاقی که افتاد اینه که همسایگان ایران رو وادار کرد یک بررسی مجدد در حداقل مواضع خودشون، من بازم تکرار میکنم تغییر سیاست نیست، بررسی مجدده که البته ممکنه به اون تغییر سیاست هم در واقع برسه. امروز حتی میبینید که سخنان تندتر از واشنگتن دیگه بیرون نمیاد و خود آقای پرزیدنت ترامپ هم با وجود اینکه آقای رند پول در و پیشنهاد مذاکره که آقای رند پول به آقای ظریف دادن و این پیشنهاد مذاکره از طرف کاخ سفید انجام نشد، یعنی خب تهران این رو قبول نکرد و در واقع درخواست دعوتی که آقای ترامپ برای آقای ظریف فرستاده که از کاخ سفید بازدید بکنه، همه اینها نشانگر اینه که اگر آمریکا در واقع سیاست مشخص و سیاست در واقع انجام پذیر، برای اینکه
فرستادن کشتی جنگی، فرستادن نیروهای ضربتی، فرستادن هر کدام از این نیروها و هر اتفاقی که در واقع میفته اگر عملی نشه اون نشان قدرت نیست. این دیدی که در اون منطقه از دنیا دارن. بنابراین من فکر میکنم عدم تمایل آقای ترامپ به حمله انتقامی یه جنجالی رو برای خودش برگذاشته و این جنجال امروز تبدیل شده به چه مسئله آقای بهبهانی؟ مسئله تامین حفاظت، تامین حرکت تانکرهای نفتی در این خلیج فارس و تنگه هرمز. و من فکر میکنم که مثل بقیه مسائلی که در واقع در زمینهای دیگه سیاست خارجی آمریکا، دولت فعلی در آمریکا اون سیاست روشن رو نداره و این مسئله یعنی بیانداری شکاف بین نیروهایی که در واقع عربستان و امارات و قطر که در اون خط بود فکر میکنن که دیگه تنها موندند. این تنها موندن اینها دلیل سفرهای حداقل غیر مهم، چون حالا اون قرارداد کشتیرانی و دریایی که امضا شده در واقع قرارداد بوده، این قرارداد دوباره مجددا رینیو شده، بازنوشته شده. پس بنابراین میبینیم که حتی در تهران هم از تهران هم دیگه اون لفاظی ها نسبت به آمریکا کمتر شده و تمام این مسائل رو جمع‌بندی که بخوایم بکنیم آقای بهبهانی با در نظر گرفتن مسئله ای که هفته پیش ما به طور خیلی زیاد راجبش صحبت کردیم، حمله اسرائیل، حمله که حداقل به اسرائیل رفت داده شده به عراق، و با در نظر گرفتن مسائلی که در مطبوعات ایران و حملاتی که در واقع مطبوعات ایران به عراق کردن که چرا شما عکس العمل در مقابل آمریکا نشون نمیدین، شما سیاست بی‌طرف خودتون رو رها کردین و باید نسبت به حملات اسرائیل عکس العمل نشون بدین و اگر عکس العمل نشون ندین ما یک واکنش تهاجمی نسبت به نیروهای آمریکایی در عراق خواهیم داشت. و من فکر میکنم تمام این مسائل، حالا به غیر از اعتراضی که تهران به بغداد کرد که شما بی‌طرف نیستید دیگه، نشانگر یک مسئله است و اون مسئله اینه که تهران واهمه داره از مسئله نزدیک شدن اسرائیل به مرزهای خودش از نظر دریایی، از نظر خاکی و نسبت به قدرت نیروی هوایی اسرائیل. بنابراین این شکاف آقای بهبهانی بیشتر خواهد شد. نمیگم بقیه کشورها همه میان به دامان ایران، ولی رابطه نزدیکتری رو با تهران انجام خواهند داد، به خصوص کشور عمان که اینجا نقش کلیدی بسیار مهمی رو داره ایجاد میکنه. فراموش نکنیم رابطه نزدیک عمان با کشور اسرائیل رو، فراموش نکنیم رابطه نزدیک کشور عمان با ایران رو و نقشی که کشور عمان در انجام برجام و نوشته شدن اون و ایجاد اعتماد بین طرفین کرده بود. بفرمایید. درست، دقیقاً درست گفتی. عرضم بزرگت که آخه یه مسئله هم هست، یعنی این تیکهی که اشاره کردی که اینا وحشت زده شدن وقتی دیدن که ترامپ متزلزله، یعنی آماده نیست واسه، واقعا میگه من نمیخوام جنگ کنم سیاست، ولی هی میگه شما برین جنگ کنین، خب میگه من بدون حمایت تو چطوری برم جنگ کنم؟ اگر تو منو پشتیبانی نکنی من بعدم بهش میگه که خرج ما رو بده، هی راجب پول باشون حرف میزنه. در گذشته اینطوری نبود، در گذشته آمریکا حمایت مالی میکرد، مرتب پولای بلا عوض میداد، این ور اون ور پول خرج میکرد. الان نگاه کن امروز اعلام کرده که اصلا ما نیروهامون از تو آلمان میکشیم بیرون. اسپانیایی ها خوشحال میگن بله بله بکن آقا، بیا پیش ما، حتما نیروهاتو بیار پیش ما. این مسئله آقای ترامپ به نظرم نقش کلیدی داره، نباید از رو این گذشت. من بازم از شما میپرسم که فکر میکنی اگر که این سیاست رو آقای ترامپ نداشت اون وقت وضعیت چه شکلی پیدا میکرد؟ با در نظر گرفتن دو سال و اندی که از در واقع تاریخ حکومت آقای ترامپ میگذره و با سخنانی که ایشون و با در واقع اشخاصی که قبلا برای آقای کابینه آقای پرزیدنت ترامپ فعالیت میکردن و همونطور که شما چندین دفعه اشاره کردین که هر روز یه عده استعفا میدن از این کابینه میرن و وزارتخونه ها پر نیستن،
که تماما کاملا درسته. نگاهی که آقای ترامپ با در نظر گرفتن اون دید سیاسی که آقای استیو بنر در ایشون در واقع از نظر من تزریق کردند، ایشون آقای پرزیدنت ترامپ امروز نگاه داخلی با آمریکا دارند. شما به مسئله ناتو در آلمان اشاره کردید، البته خب میدونیم که آمریکا در اسپانیا در جزایر قناری پایگاه نظامی داره و به طور مداوم کشتی های نظامی آمریکا برای ورود و خروج از جنبر از تنگه جبل الطارق در قسمتی از جزایر کنری آیلندز، جزایر قناری، در اونجا بندر میگیرن و بسیار بسیار معلومه، ولی خب به اقتصاد اون قسمت بسیار کمک میکنن. ولی فراموش نکنیم این نگاه داخلی بدین معنی، آقای بهبهانی، نگاه داخلی یعنی اینکه جنگ نه. این دلیل حمله، دلیلی که حمله نکردن به ایران فقط نبود، ایشون نگاه به انتخابات هم داشتن، ولی مسئله اینه که نگاه داخلی یعنی اون صحبتی که آقای ترامپ روز اول کرد، America first، آمریکا اول، یعنی اینکه ما اول به فکر خودمون هستیم بعد به شما. امروز ناتو دستگاه نظامی تقریبا سیاسی، چون امروز جنگی رو ناتو در 70 سال پیش به غیر از مسائل یوگسلاوی سابق دخالت نکرده، ما فکر میکنیم که ناتو امروز تبدیل شده به یک سازمان فقط نظامی نیست، نظامی سیاسیه. و در واقع وقتی که آقای ترامپ این ناتو رو اینطور تعریف میکنه و مسائل مالی رو جلو میکشه، نقطه حساسی پیش میاد و اون اینه که اروپا به این مسئله پی میبره که ما شاید واقعا احتیاج به ناتو نداریم و به جای اینکه بودجه های پول خودمون رو بیشتر از تقاضایی که آقای ترامپ داره میکنه به ناتو پول بدیم، اجازه بدیم که در داخل کشور زیربناهامون رو درست بکنیم. ولی من فکر میکنم که این سیاست عمر زیادی نخواهد داشت. آقای بهبهانی، منظورم سیاست نگاه داخلی، درسته که ما امروز، من بارها تکرار کردم که در عصر امپراتوری آمریکا داریم زندگی میکنیم و در واقع همین هم هست. امروز اگر تاریخی بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، امپراتوری که در کاخ سفید قرار داره زیاد درگیر مسائل خارجی نمیخواد بشه. امروز مسئله آقای ترامپ جنگ با ایران نیست. امروز مسئله مشکل آقای اینجا ترامپ نیست آقای آلبرت، مشکل اینجاست که الان امروز خوندم که پیشبینی میکنن که ما وارد یه ریسشن بزرگ خواهیم شد، یعنی آمریکا وارد یه ریسشن بزرگ خواهد شد در ادامه جنگی که با جنگ اقتصادی که با چین شروع کرده. همه اینا نشان از این میده که سیاستی رو که پیش گرفتن خب حتی در داخله هم بذاره. بذار این رو رها کنیم اینجا، بریم به مسئله اسرائیل. و اشاره کردیم به حمله اسرائیل به پایگاه‌های ایران در شمال عراق و غیره، اما اینکه اسرائیل گفته که من میخوام بیام تو خلیج فارس، خب ما میدونیم که اسرائیلی‌ها از طریق عراق و در کردستان عراق حرکات ایران رو رد زنی میکنن، شنود میکنن، ولی از اونجایی که ایران گفته که من میخوام از طریق دریا محمولای خودم رو برسونم به حزب الله و حماس و غیره، اسرائیلیا میخوان بیان توی دریا و اینجا از این طریق یه جوری هم رهگیری کنن و همین که اگر بتونن ممانعت بکنن. ایران اعلام کرده اگر اسرائیل وارد خلیج فارس میشه، ما از اون طرف وارد اسرائیل میشیم. این ماجرا رو چجوری تعریف میکنی شما؟ البته این خبری که صحبت میکنه از حضور نظامی اسرائیل در خلیج فارس در واقع از تقاضای آمریکا شروع میشه که خواسته یک نیروی متحد دریایی در خلیج فارس برای پشتیبانی تامین حرکت تانکرها داشته باشن و اسرائیل هم گفته که خب ما به این کولیشن، به این اتحاد میپیوندیم. البته به نظر میاد که اتفاقات دیگری هم داره در اون قسمت از خلیج فارس و تنگه هرمز میفته و اون مسئله جمع کردن یا در واقع اختلال ایجاد کردن در سیستم جی پی اس این کشتی های نفتی هست که البته سپاه پاسداران با تانکرهای بزرگ نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه اونا از سیستم های بهتری، سیستم های ضد اختلال در داخل این تانکرها هست.
ولی تانکرهای کوچکتری که مثل همونایی که در هفته پیش گرفتن از سیستم های بهتر برخوردار نیستن و اونها رو به راحتی میتونن اختلال جمع بکنن، ایجاد بکنن و اینها رو وارد آبهای ایران بکنن و بگن که شما به آبهای ساحلی کشور ایران نفوذ کردید و ما شما رو دستگیر میکنیم. به نظر من احتیاجی به حضور اعلام کردن حضور نیروی نظام دریایی اسرائیل در خلیج فارس نیست، چون من بر این باور هستم که زیر دریایی های دلفین نیروی دریایی اسرائیل در خلیج فارس رفت آمد می کنند و اون هم مقدارش به خاطر پشتیبانی از کشورهای خلیج فارس و در واقع به خاطر این نکته است که امروز اون راهی که از تهران تا بیروت راه زمینی رو صحبت میکنم، اون حلالی که میخواستن، یه مقدار این حلال در واقع سوراخ سوراخ شده به خاطر حملات نظامی اسرائیل و نمیتونن اون سلاحایی رو که میخوان به راحتی به دست گروه الفاطمیون در سوریه، حزب الله در لبنان برسونن. پس من اول این راه دریایی رو میخوان در بین بگیرن و اسرائیل متوجه این مسئله شده که امکان دریافت سلاح برای حزب الله بیشتر از راه دریایی بسیار بسیار آسان‌تره اگر بتونن اون کشتی‌ها رو در بندر بیروت بندرگیری بکنن. همون مسئله هست برای حماس. من بر این باورم که امروز این یا چند روز پیش وقتی این خبر اعلام میشه، اسرائیل علناً میخواد حضور دریایی در خلیج فارس پیدا بکنه و به نظر من برای نزدیک شدن بیشتر به مرزهای ایرانه و در واقع برای اینه که نگاه بکنن ببینن این کشتی ها چه محمولاتی رو دارن. برای که میدونیم در چند سال پیش یا حداقل سالهای گذشته چندین کشتی رو آمریکایی ها به حداقل اسرائیل اطلاع دادن که این کشتیات محموله اسلحه داره و نیروی دریایی اسرائیل اینها رو در خلیج عمان متوقف کرد و همونطوری که میدونیم نشون دادن که این سلاح‌ها داره برای حزب الله و حماس و بقیه داره هم میشه و یکی دو تا کشتی دیگر هم حتی در سواحل دریای مدیترانه در سواحل خودشون متوقف کردن و به داخل بندرهای اسرائیل آوردن و نشون دادن که این اتفاق داره میفته. تمامی اینها دیوانی به یک نتیجه میرسه و اون نتیجه اینه که تا زمانی که این صحبت ها از تهران، حالا طریق توسط وزیر دفاع ایران و وزیر دفاع اسرائیل اعلام بشه که بله ما شما رو میزنیم نابود میکنیم، اسرائیل هم همینطور که جلو میره قدرت نظامی خودش رو، من این کلمه الان عوض میکنم، دیگه قدرت هوایی نمیگم، میگم قدرت نظامی خودش رو داره نشون میده. از قدرت هوایی که من فکر میکنم این هواپیماهای F-35 به طور منظم بالای پایگاه های موشکی ایران پرواز میکنن، ردیابی میکنن، اطلاعات رو جمع کردن و من فکر میکنم که نیروی دریایی رو برای جلوگیری بیشتر و از همه مهمتر از نظر من اینه که اسرائیل این هدف، این پیشبینی رو داره میکنه. اگر که آقای پرزیدنت ترامپ در دو سال آینده مجدد انتخاب بشن و همین سیاست نگاه داخلی رو داشته باشن و ادامه بدن که به نظر میاد اینطوری میخواهد شد، بنابراین دولتی مثل دولت انگلستان و فرانسه هم نخواهند نیروی در واقع دریایی اونجا بفرستن، بنابراین یک خلأ ایجاد میشه و اون خلأ رو حداقل اسرائیل میخواد از نقطه نظر دریایی پر بکنه. و دلیلش هم اینه که آقای بهبانی اگر که نیروهای آمریکایی، منظورم نیروی دریایی آمریکا، در اون منطقه نباشن و اونجا باز باشه، جمهوری اسلامی میتونه از راه دریا به اقدامات چرا که حداقل از راه زمینی جلوگیری شده از راه دریایی ادامه بده و این برای همین دلیله که اسرائیل حضور نظامی خودش در خلیج فارس تقویت خواهد کرد با داشتن 5 زیردریایی دلفین که از پیشرفته ترین زیردریایی دنیا به نظر میاد و با داشتن حدود 5 تا ناو جنگی. من فکر میکنم احتیاج نداره تمامی اونها رو در اونجا بذارن، ولی حضور یک یا دو ناو و پرواز دادن پرچم اسرائیل در خلیج فارس فکر میکنم برای خیلی ها دردآور باشه. بفرمایید. ممنون از شما. عرضم به حضورت که برگردم دوباره به همین موضوع سیاست‌های آمریکا و آقای ترامپ است و اینکه میگم اعلام کردن که ممکنه که اصلا ما وارد یک در حقیقت همون ریسشن اقتصادی بشیم دیگه و به خاطر این جنگش با چینه
ولی از اون گذشته اینکه راجع به سیاست داخلی آقای ترامپ هم صحبت میکنیم، الان این هفته ما پیشبینی میکنن که در 3 ماه آینده ما شاهد کشتارهای وسیعی باشیم، مثل همینه که در الپاسو و اون دیتون در اوهایو انجام شد و دیتون و اوهایو انجام شد. میگن پیشبینی میکنن در 3 ماه آینده ما شاهد حملات وحشتناکتری از این قبیل باشیم. راجع به این چی میدونی؟ آقای ترامپ معتقده که من کمترین راسیست در جهان من هستم، ولی آخه نمیدونم چیه داستان، از زبان شما میشنوی. البته خب من فکر میکنم که هفته بدی در آمریکا بود، یک حمله، دو حمله، یک حمله در الپاسو. و من خیلی کوتاه به یه نقطه حساسی اشاره میکنم و اونه که یک نفر سفید پوست نژاد پرست 10 ساعت رانندگی میکنه، از اون طرف تگزاس میاد به در واقع غربی ترین نقطه تگزاس، به این شهر الپاسو میرسه و میره در یک مغازه مثل والمارت که کالاهای ارزون میفروشه و میدونسته که در اونجا تعداد لاتین تبارها زیاد هستند. باید دید که در واقع این شخص به چه دلیل، یعنی انگیزه این شخص چی بوده و چه کسی این رو تحریک کرده. خب از نظر من تحریک این شخص از صحبت‌هایی که از دهان رئیس جمهور آمریکا در میاد و در توییت هایی که ایشون میکنه در میاد. وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ صحبت میکنن از اینویژن، تهاجم در مرزهای ما، ملت برخیزید، تهاجم در مرزهاست، که چنین چیزی نیست. اجازه بدید بگم که فقط در ماه گذشته ICE که سازمان در واقع مرزی و امیگریشن آمریکا هست، 82,000 نفر رو در مرزهای آمریکا دستگیر کرده. اینا تعدادی هستن که دستگیر شدن و در خاک مکزیک نگهداری دارن میشن تا یکی پرونده هاشون رسیدگی بشه. وقتی که رئیس جمهور میاد صحبت میکنه میگه که رنگ ما داره عوض میشه، رنگ ما داره قهوه‌ای میشه، خب ما به این کلمه میگیم تحریک کردن. برای اینکه آقای بهبانی، از قدرت کلمات روی انسان‌ها نباید به سادگی گذشت، برای اینکه بعضی از کلمات روی بسیاری از انسان‌ها بیشتر در واقع تاثیر میذاره. من این ایمان هستم که حداقل تا سال 2040 یا 2050 بر اساس گزارش‌هایی که هست، ایالت کالیفرنیا اکثر جمعیتش لاتین تبار خواهد بود. شما اگر نگاه بکنید به دهه 50، دهه 60 و دهه 70 در آمریکا، با فرستادن یک چک یا یک پول شما میتونید اسلحه بخرید و اینقدر کشتار نبود و اینقدر ماس شوتینگ و اینقدر تیراندازی دست جمعی نبود. چطور شد که از دهه 80 به این طرف، درست از زمانی که اختلاف شدید سیاسی در آمریکا شروع شد بین حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه، یهو می‌بینیم که اون آدمایی که اسلحه می‌خریدن حالا شروع می‌کنن تیراندازی کردن؟ درسته که یک مقدار مسائل روحی روانی وجود داره، همونطوری که اون شخصی که در دیتون اوهایو این کارو کرد، که یکی از کشته شدگانی که در داخل اون هستن خواهر این شخص بوده. این نشانه اینه که بدون تفکر، حالا آقای رئیس جمهور اگر می‌خوان بگن که تقصیر این بازی های ویدیو گیمه که آدم ها این کار میکنن، خب ایشون به قول معروف he's entitled to his opinion، میتونه عقیدش رو نگه داره، ولی خب چنین چیزی نیست. مسئله مهم آقای بهبانی در آخر NRA، زمانی که ما نمیتونیم جلوی این سازمان رو بگیریم، زمانی که نمیتونیم در واقع ایالت کالیفرنیا، یکی از اون ایالت هاست که سختگیری بیشتری داره، امروز جمعیت 350 میلیونی آمریکا 450 میلیون اسلحه در داخلش هست، احتیاجی نداره. ما درسته که قانون اساسی، بند دوم قانون اساسی آمریکا میگه که حق داشتن اسلحه آزاده و میتونه حمل کنیم، ولی نگفتن که بیان مردم رو بکشیم. بنابراین باید برگردیم به ریشه های کلیدی این مسئله که ببینیم از کجا شروع میشه. آیا در زمان پرزیدنسی آقای ترامپ این تیراندازی دست جمعی بیشتر شده؟ به نظر میرسه. بنابراین یک مقدار ما اشکال جامعی داریم در آمریکا، در واقع تفاوتی بین رنگ‌های مختلف در آمریکا و اون سفیدپوستا که نگاه میکنن، اونا که تیره تر هستن شاید بهتر نیستن، و یک مقداری من فکر میکنم آقای بهبهانی دستگاه‌های تبلیغاتی
نمیخوام بگم فقط مطبوعات، دستگاه های تبلیغاتی هم به این مسائل رنگ میزنن، در واقع رنگ نفرت میزنن و نفرت رو بیشتر ایجاد میکنن. و در واقع امروز برداشت من بر اینه که از دهه 80 به این طرف، که حالا غیر از اختلافات سیاسی که من اشاره کردم، مسئله این سوشال میدیا، مسئله فیسبوک، توییتر و بقیه کانال های اجتماعی به این مسائل بیشتر داره رنگ میده. و اونم دلیلش اینه که این گروه های تبعیض نژادی، گروه های سفید پوست که نژاد پرست هستند، در این در واقع پلتفرم ها جای صحبت دارن و از صحبت کردن خودشون من فکر میکنم تعدادی از اینا تحت تاثیر قرار میگیرن و اون حملات رو حالا به مساجد، به کنیساها، به کلیساها یا جاهای دیگه میکنن. این مسئله جایی در آمریکا نداره. من فکر میکنم که زمانی که در خاتمه این رو میگم آقای میوانی، زمانی که شخص اول مملکت رئیس جمهور آمریکا این صحبت ها رو میکنه و اینطوری داره نشون میده که آمریکا داره زیر دست مهاجمین مهاجر داره له میشه و میخوان رنگ رو عوض بکنن، بنابراین این نفرت در آدم ها ریشه میدونه و میان و این متاسفانه حوادثی که در هفته پیش در آمریکا اتفاق افتاد رو میبینه. و جای تاسفه که بگم باز هم تکرار خواهد شد، بیشتر و بیشتر و بیشتر. بفهمید. بله دیگه، الان خودشونم اعلام کردن که در 3 ماه آینده از این عملیات بیشتر خواهیم دید. اون وقت من آخرین پرسشم رو اینگونه قرار خواهم داد. برمیگردم در حقیقت یه جنبندی بکنیم، یه نتیجه بگیریم. با توجه به این که این ائتلاف عربی که قرار بودش که یه لشکری بشه علیه ایران، امروز میبینیم که این اتفاق یه شکل دیگه پیدا کرده و اینه دارن به سمت ایران سوق پیدا میکنن، اون وقت وضعیت این تقابل رو چجوری میبینی؟ یعنی آقای ترامپ آیا واقعا میتونه این ماجرای برجام رو به شکل دیگه ای اینا رو بکشونه به پای میز مذاکره؟ امروز اعلام کرده که به فرانسه، دیروز تویت کرده بود که آقای مکرون دعوت کرده بود که بیا روحانی رو که بیا در گروه 7 در جنوب فرانسه که تشکیل میشه تو هم بیا، اون گفته بود نمیام. بعد این آقای ترامپ تویت کرده بود که آقا این داره میاد پیش ما، شما بی خودکی چرا این کارا رو میکنی؟ دخالت نکن تو کارهای ما، آدم خوبی هستی. ولی این داره که خودش مشوقش بود فرانسه بود که بره با ایران صحبت کنه، و امروز مینی وزیر خارجه فرانسه پاسخ میده که نه آقا به شما ربطی نداره، ما مسائل خودمونو میدونی. یه خیلی چیز عجیب و غریبیه، یعنی یه چیزی که ما تا حالا ندیدیم همچی چیزی رو. این آیا به نفع نظام جمهوری اسلامی تموم نمیشه؟ علارغم این که همه فکر میکردن ترامپ آمده است که اینا رو بزنه و نابود کنه و اینا، ولی میبینی اصلا داره عکس عمل میکنه. چیه داستان؟ با این نچگری از حضورت مرخص میشم. آقای بهبهانی، من بارها به این مسئله اشاره کردم، مجددم تکرار میکنم، برجام 2 در راه. این صحبت های آقای مکرون و آقای پرزیدنت ترامپ و بقیه رو اجازه بدین در همون سطح بمونه، برای اینکه من بر این باور هستم بعد از این ملاقات G7 که در جنوب فرانسه گروه کشورهای 7 شفته دنیا که با هم صحبت خواهند کرد، به نظر من یک مقدار بیشتری نزدیکی فکری و هماهنگی فکری بین این 7 گروه، البته در قسمت اروپا و آمریکا، نه در قسمت چین و روسیه. این دوتا را کنار بذارید، برای اینکه این دوتا فعلا به این معادله ربطی ندارن، برای اینکه خود آمریکا با درگیر این مسئله جنگ اقتصادیه و همینطور که دیدیم هفته پیش هم چینی ها چه کردند و با پایین آوردن ارزش پولشون یک شوکی به استاک مارکت آمریکا دادن که نزدیک به 800 پوند پایین اومد، ولی خب تاثیر آنچنانی نذاشت و این پیامی بود که آمریکایی‌ها مجددا پیام دیگری برای اینها فرستادن. به نظر من امروز از طریق کشور عمان یک صحبت هایی بین این دو طرف داره میشه، منتها آقای ترامپ به خاطر این سیاست کاری که ایشون داره و طریقه که فکر میکنه باید همه چیز جلوی دوربین باشه، میخواست با آقای ظریف رو بیاره تو کاخ سفید باهاش دست بده، روبوسی هم بکنه، بعدم بگه خیلی خب آقا امضا کن اینجا برجام، برو به تهران اینو بفروش. اینطور انجام نخواهد شد. به نظر من
در اول صحبت ها وقتی من اون راجبه اون شکاف صحبت کردم که چند دفعه گفتم این تغییر سیاست نیست ولی بازنگریه، دارن راه رو باز میکنن آقای بهبهانی برای انجام شدن برجام دو و فروختن این مسئله در داخل ایران به حداقل قسمت هایی از سپاه پاسداران، برای اینکه این ترس همیشه در تهران وجود داره که ممکنه ایران تبدیل به یک کشور نظامی شبیه بقیه کشورهای دیکتاتوری بشه مثل ونزوئلا و بقیه. پس بنابراین برای اینکه جلوگیری از این مسئله بشه، صحبت های امروز در پشت پرده داره انجام میشه، تماس ها هست، من به آقای رندپال اشاره کردم، به عمان اشاره کردم و ممکنه که کانال های دیگری هم امروز با تهران، من جمله کانال فرانسه، با تهران در تماس هست. من بر این باورم که بالاخره در 6 ماه آینده این سخنان، این گفتارها، همونطور که آقای روحانی گفتن ما با آمریکا نمیخوایم گفتگو بکنیم، گفتمان میکنیم. خب حالا برای بعضیا ممکنه فرقی نداشته باشه. بنابراین شما انتظار برجام دو رو داشته باشین. آمریکا به همه مقاصد خودش نخواهد رسید. این بازی هایی که امروز در خلیج فارس و در جای دیگه داره انجام میشه فقط و فقط برای مهره گیری آقای بهبهانی و برای وارد شدن به میز مذاکره با دستی بالاتره. منظور من با دستی از بالاتر یعنی که نه خیر، ما حاضر نیستیم موشکایی که برده 1200 کیلومترمون هم هست به شما بدیم و ببندیمش، ما فقط موشکای مثلا برد کوتاه رو به شما میدیم. بنابراین تمامی اینها با در نظر گرفتن جنگ اقتصادی که آمریکا با چین و حالا با اروپا هم تا یه اندازه‌ای داره شروع میکنه، من بر این باور هستم که آمریکا دنبال باز شدن بازار ایران برای شرکت‌های آمریکایی هست و اون ریسشنی رو که شما راجبش صحبت کردید، رکود اقتصادی رو، من سقوط آنچنانی 2008 نمی‌بینم ولی یک کرکشنی در بازار خواهد بود. بنابراین با در نظر گرفتن همه این مسائل من بر این باورم که صحبت‌ها انجام خواهد شد، زمان می‌بره و الان اینها همونطوری گفتم دنبال مهره‌گیری هستن که چه کسی دست بالاتر رو داره که پای میز مذاکرات بنشینن و با هم صحبت بکنن. بسیار ممنون و سپاسگزار و ممنون، باز هم تشکر از همه مهرت به میهن، از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی تا از تجربه و دانشت استفاده کنیم. مثل همیشه برای خودت، عزیزان خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنینت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و جمعه دیگر و گفتگو دیگر. ممنون از شما آقای آلبرت، سپاسگزارم. با سپاس، بدرود. متشکرم.